در حالی که در سالهای پسین بیشتر کشاورزان در کشور از کاهش آبهای زیرزمینی نگرانی داشتند، اما اداره ملی احصای و معلومات آمار می‌دهد که در سال روان هجری خورشیدی نزدیک به 2.8 میلیون هکتار زمین به کشتزارها مبدل شدند. با گفته این نهاد، از میان زمین‌های کشتزار 2 میلیون هکتار آن آبی و زمین‌های دیگر للمی می‌باشند که در مقایسه با سال گذشته 7.7% افزایش را نشان می‌دهد. د ریموټ سینسینګ ټکنالوژي همدارس د سټلایټي انځورونو پر مټ باندې د هېواد د یو بیزې او للمي ځمکې وروستۍ ارزونې ترسره کړې چې دغه ځمکې تثبیت کړي. از سوی دیگر، وزارت زراعت و آبیاری در نظر دارد تا در مقایسه با غلجات دیگر زمینهای زراعتی را بیشتر گندم بکارد. افغانستان په مجموع کې تقریبا 2 میلیونه میټریک ټنه څخه تر 1.5 میلیونه میټریک ټنه پورې غنمو ته ضرورت لري چې سږ کال شاید موږ د تخمین روی 5 میلیونه څخه تر 5.5 میلیونه میټریک ټنه پورې موږ خپل هیوادني حاصلات او تولیدات ولرو. از سوی هم برخی از آگاهان اقتصادی از امارت اسلامی میخواهند تا برای بیشتر شدن غلجات و رشد زراعتی زمینهایی که در آن کشت غله و نباتات امکان پذیر نیست، آنها را به سکتور خصوصی واگذار کند. زمینهایی که لازر است و کشت و کار در او صورت نمیگیره و مربوط حکومت افغانستان میشه، خوب است که اینا را به دراز مدت در اختیار سکتور خصوصی افغانستان بگذاره تا ما هم بتونیم در بحث غلجات به خود کفایی برسیم و همچنان بتونیم زراعت خود صنعتی بسازیم. اگر واقعا مدیریت صحیح شوه و استفاده صحیح از زمین های ما شوه، در این شک نیست که نه تنها که ما مشکلات ما را مرفوع می سازه، ما نیمی آسیا را می تانیم که مواد ارتزاقی صادر کنیم. اداره ملی احصایه می افزاید که در ولایت های هرات، کندوز، پکتیا و پکتیکا زمین های آبی و در ولایت های تخار، بلخ، جوزجان و فاریاب زمین های للمی افزایش یافته، اما در ولایت های نیمروز و فرا ساحات تحت کشت کاهش یافتند.